دوستان کجا رسیدیم؟ کجا رسیدیم؟ عجله نداشته باشید دوستان. دوستان میگن کی میرسیم به رستم؟ کی میرسیم به رستم؟ این زیباترین بخش، زیباترین بخش های شیفتگی و دلدادگی آریایان و مشکلاتی که ما پس از دوران ضحاکی داریم و نفوذ این زده فرهنگ ضحاکی و ما این افت و خیزهایی رو که داریم و این که دلداده ها دوباره به هم برسند و ما بتونیم مهر رو، سرزمین مهر رو پایگذاری بکنیم، اینا همه کلید راز و رمز درس هایی است که ما باید یاد بگیریم. همین امروز در ایران میبینیم چقدر خائن و نفوذی و پست در میان ما هستن، قیافه من وطن پرستی هم میگیرن، ظاهرا مزخرفات هم مینویسند، ولی پر از توته است. اینها همون تازیانی هستند که هزاران سال در میان ما نفوذ کردن، فارسی یاد گرفتن، ما فکر میکنیم ایرانی هستند. در نتیجه موقعی که شروع به ایرانی زنی میکنن و خود زنی میکنن و اینا، هدفشون اینه که بگن که به اصطلاح اون نشونه ای که ما دشمن رو گرفتیم برگرده به ما، شروع کنیم خودمون رو زدن و تنفرمون به خودمون بازگرده، از ماست که بر ماست، تقصیر خودمونه، ما خودمون بد... اینا همون بهایی ها و تازی ها و یهودی ها و ترکان اجنبی و اعراب و اینها هستند، گرچه پارسی شلوولی هم یاد گرفتند. به هوش باشید دوستان. خب ولی اینو میگفتم که در آن دوران هم ما با اینها مشکل رو داشتیم، با نفوذیان، و گرچه که بعد از مبارزه با آفریدون، آب معنای شگفتی، فری این چنین فریدون، ما ضحاک ها رو که ضحاک رو که به دام گرفتیم، زیرا که هنوز زمان کشتنش نشده بود، دوران اهریمنی بر روی زمین باید 9000 سالش رو طی می‌کرد که گفتیم امروز آخرشه، ما مشکل داشتیم. یعنی در موقعی که 9000 سال پیش ما این رو به بند کشیدیم، پس از اونم می‌بینیم که نفوذ فرهنگ تازی ما رو از همدیگه مقداری نگران و دور می‌کنه، از جمله ماجرای خانواده رودابه و پدر زال و اینکه ما مثل مارگزیده شدیم. میگیم که نکنه که پدر رودابه که کمی تازیگری در اون میبینیم، مهراب، از مهراب از ربطی داشته باشه به ضحاک ماردوش، تازیانی که هزار سال بر ایران حاکم بودن، و ما همه در نگرانی از یکدیگر هستیم که یکی از تومون اجنبی باشه، ظاهرا ایرانی شده باشه، خائن از کار در بیاد، چون اون الیجنسش، اون وفاداریش به همون قوم پستورزلی است که روزی به ایران نفوذ کرده یا حمله کرده. در نتیجه اینها رو باید با دقت دید. هفته پیش ما به خاطر بزرگ داشته کوروش، بیانیه کوروش، پردیسی رو ادامه ندادیم، ولی ما به آنجا رسیده بودیم که به هر حال پدر زال سام به شکلی با این ماجرا موافقت میکنه و رسیدن زال به رودابه، و حالا بیا و درستش کن خانواده اون رودابه رو که پدرش هم یه مقدار کابولی و یه مقدار هم تأثیرات احتمالاً تازیگری درش هست و یک دفعه ممکنه عصبانی بشه، خلاصه کار سر رودابه بیار و اینا ببینیم. ولی شما بخشش میخوام بخش سیندخت مادر رودابه رو که آگاه میشه اونو شما میخواین بکنید؟ خب پس من میرم مهراب پدره. من جایگزین مادر رودابه میشم، شما پدر رودابه. بله باشه، ایجاد بیدم. بسیار نیکو، امیدوارم که صدا خوب باشه. بسیار عالی. پس اینجا آگاه شدن سیندخت مادر رودابه از شیفتگی رودابه به زال، زال زر. میان سپهدار و آن سرو بن، زنی بود گویند شیرین سخن. پیام آوریدی سوی پهلوان، هم از پهلوان
سوی سرو روان. پس در این میان یک زنی شیرین سخن و میانجی بود یا پیام‌آوری بود بین زال زر و رودابه. سپهدار دستان مرو را بخواند، سخن هرچه بشنید با او براند. بدو گفت نزدیک رودابه شو، بگویش که ای نیک دل ماه نو. سخن چون به سختی و تنگی رسید، فراخیش را زود بینی کلید. فرستاده باز آمد از پیش سام، ابا شادکامی و فرخ پیام. بسی گفت و بشنید و زد داستان، سرانجام او گشت هم داستان. سبک پاسخ نامه زن را سپرد، زن از پیش او رفت و نامه ببرد. بله. پس نامه ای رو به سوی رودابه میفرسته، زال زر به سوی رودابه میفرسته با این دخترک. بله، دخترکی رو میفرسته. درسته. به نزدیک رودابه آمد چو باد، بدین شادمانی ورا مژده داد. پری روی بر زن درم برفشاند، به کرسی زر پیکرش برنشاند. پس پری روی همون رودابه باشه که به این به اصطلاح زنی که شیرین سخنم بوده و پیام آور بوده رو به کرسی زر رو می نوازش و به کرسی زر می نشوند و داستان رو می پرسه که از چه قراره. پس آنگه بداد او بدان چارگر، یکی یکی دست جامه بدان مژده بر. همان نیز از دست بله. جامه بله، یکی دست جامه، یه دست لباس و جامه به آن کسی که بسا پیام را آورده بود، برای این پیام و شادکامی و مژده‌ای که آورده بود و به هر روی برای زال زر یک دست جامه می‌گذاره. همان نیز از بحر فرخنده زال، ز چیزی که باشد مرو را همال. یکی شاره سربند پیش آورید، همه تار و پود اندر او ناپدید. همه پیکرش سرخ یاقوت و زر، شده زر همه ناپدید از گوهر. یک شاره سربندی هم که تمام تار و پودش آنچنان با زربفت و زر و یاقوت سرخ تزئین شده بوده که اصلا تار و پود هم ناپدید شده بوده و چه زیبا و پرگوهر بوده. یکی جفت پرمایه انگشتری، فروزنده چون بر فلک مشتری. فرستاد نزدیک دستان سام، بسی داد با آن درود و پیام. پس یک جفتم انگشتری که به مانند سیاره اورمه است، مشتری، بزرگترین سیاره سامانه خورشیدی ما، منظومه شمسی می درخشیده. زن از حجره رفت و به ایوان رسید، نگه کرد سیندخت او را بدید. زمانی که این پیام آور داشت این دست جامه و شاره سربند و دو انگشتری و این هدایا را برمیگردون به طرف، میخواست که ببره برای زال زر، مادر میبینه. سیندخت این میان اون رو در ایوان میبینه. بله، مادر رودابه. درسته. زن از ای داده بیداد. زن از حجره رفت و به ایوان رسید، نگه کرد سیندخت او را بدید. پراندیشه شد جان سیندخت از اوی، به آواز گفت از کجایی بگوی. زمان تا زمان پیش من زن از بیم او گشت چون سند روز، به ترسید و روی زمین داد بوس. بدو گفت سیندخت کی زشت روی، سخن هرچه پرسم تو کجی مگوی. دیگه خلاصه خیلیش گرفت و شروع کرد به سینجین کردن از این پیام آور نگون بخت. با اینکه خوشگل بوده بهش گفته زشت روی، برای اینکه زود نگفتی کجایی، تو اینجا چه کار داشتی، با دختر من چی بود جایم. دقیقه. بله. زمان تا زمان پیش من بگذری، به حجره درایی به من ننگری. دل روشنم شد به تو بدگمان، نگویی مرا تا زهی یا کمان. پس ببینید که ما همیشه نگران بودیم که در میان ما یک جاسوس رفته آمد کنه، برای اینکه همیشه این گونه بوده. در دربارها جهودها نفوذ میکردن، اگزیلارکایی بود، مثل امروز میبینیم دیگه که بهایی ها و جهودها تمام سیستم رو در دست گرفتن، تمام رخنه کردن با همکاری پسرا پدران عرب و ترک و تازیشون. چه دارن میکنن در ایران؟ خب اون موقع هم اینها
پردیسی بزرگ این درس ها رو از فرهنگ ایران آموخته بوده و میدونسته که تاریخ 10-12 هزار ساله ما پر از این جنایات بوده. ده. البته در بندهش گفته شده که به هر حال اهریمن 9000 سال باید رین کنه تا دورش به سر بیاد، دوران زشتی و دروج. ما هنوز تو 9000 سال بودیم در آن زمان و خب امروز ما میگیم با آخر کار رسیدن که اینها دستشون رو شده دشمنان. دقیقا. اما هنوز کار فراوان داریم دوستان. بله به هر روی با این زن خیلی بد سخن میگه سیندخ. بدو گفت هستم یکی چاره جوی، همین نان فراز آرم از چند روی. بهایی ز جامه ز پیرایه ها، فروشم ز مردم بود مایه ها. دروغو. اون بانو هم شروع به دروغ پردازی میکنه، میگه که من از چند راهی نون در میارم، جامه های زیبا میبرم برای مردمان و به بهای خوبی میفروشم و اینگونه به اصطلاح کار میکنم. روم من سوی خانه مهتران، ز من جامه خرند و هم گوهران. بدین حجره رودابه پیرایه خواست، همان گوهران گرانمایه خواست. برای رودابه هم از همین روی جامه و گوهر و جواهر آوردم که اگه میپسنده بخره. بیاوردمش افسری زرنگار، یکی حقه پرگوهر شاهوار. بدو گفت بگذار بر چشم من، دل بسته ز اندیشه بکشاییم. سپردم به رودابه گفت این دو چیز، فزون خواست اکنون بیارمش نیز. بها گفت بگذار بر چشم من، بزن آب بر آتش خشم من. درم گفت فردا دهم ماه روی، بها تا نیابم تو از من مجوی. همی کج بدانست گفتار او، بیا راست دل را به پیکار او. به هر روی جواب که گفتارش باز هنوز کجه. کجی یعنی همون کجی یا دروغی یا همون از بله. کج و دوج و دش، همه اینها بله. انسان دوج انسان. به هر روی داستان این زن رو باور نکرد سیندخت. به جستن نیامد از او راستی، همی دید زو کجی و کاستی. چون جامه های گران مایه دید، هم از دست رودابه پیرایه دید. پیرایه دید. بله براشفت گیسوی او را به دست، بپیچید و بر روی افکند پست. پس این بانو سیندخت یه وقتی گران کلفت هم بود. بله. دختره که بیچاره رو بله. کار بد میکنه. کشیدش زن چارگر را به موی، بیاورد و افکند او را به روی. به خشم اندرون شد از آن زن غمی، به خاری کشیدش به روی زمین. البته درستش اینه که بله. دروغ میبینه اینجا، کجی میدیده، کجی نشون میده که ماریایا رو عصبانی میکنه و نمیدونسته که این کجی و کاستی این دروغگویی این از کجاست و میخواسته که و اینجاست که دروغ خودش رو میکنه و حمله میکنه به آن زن بیچاره. بله و با موهاش میکشه بر روی زمین. زمانی همی برد مویش کشان، بیفکند بر خاک چون بیهوشان. بیفکند او را همانجا ببست، همی کوفت پای و همی زد به دست. و از آنجا به کاخندر آمد دژم، همی بود با درد و اندوه و غم. در کاخ برخیشتن بر ببست، از اندیشگان شد به کردار مست. بفرمود تا دخترش رفت پیش، همی دست برزد به رخسار خیش. دو گل را به دون نرگس آبدار، همی شست تا شد گلان تابدار. به رودابه بگفت ای گران مای ما، چرا برگزیدی تو برگاه جای؟ چه ماند از نکو داشتن در جهان، که ننمودد آشکار و نهان. ستمگر چرا گشتی ای ماه روی، همه رازها پیش مادر بگوی. و هر روی دختر رودابه رو میخواد و از اون میپرسه که کمی و کاستی چیه و این جریانات چیه و رازت رو هرچی که هست به مادرت بگو. یه نکته اینجا هست بله. که زارن اشتباه نوشتن و این که میگه که دو گر را بدون نرگس آبدار همیشه تا شد گلان تابدار، یعنی گریه میکرده مادر رودابه سیندخت و بعد میره به رودابه میگه، به دخترش میگه که ای گران مای ماه، چرا برگزیدی تو برگاه
جاه باید باشه. جاه یعنی جمع جاه پرستی، یعنی از اون در جایگاهی که داری چرا. بله با... نقطه در جاییه. پس جای رو دوستان اگه جای دارید جاه کنید. بله، یعنی از تو از این جاهت چرا، از این برگاه بله. چرا جاه گزیدی. دقیقا. بسیار بسیار خوب. به رودابه گفته گران مای ماه، چرا برگزیدی تو برگاه جاه. چه ماند از نکوداشتن در جهان، که ننموده آشکار و نهان. ستمگر چرا گشتی ای ماه روی، همه رازها پیش مادر بگوی. که این زن ز پیش چه کی آمد، که آید همی به نزدت ز بهر چه آید همی. سخن بر چه سان است و این مرد کیست، که زیبای سربند و انگشتریست. زیبا به معنای برازنده. این بله. چیزی که فرستادی با این دختر برای این سربند مردونه رو، چه کسی زیبنده این سربنده است که تو به این دختر دادی که ببره. خلاصه مادر نگرانه. بله. زگنج بزرگ افسر تازیان، به ما ماند بسیار سود و زیان. بدین ما هنوز نگران این که تازیان در میان ما نفوذ کنند. این اون چیزیه که ما باید این نگرانی رو داشته باشیم تا زمانی که کشور ما از پستی و دروغین نفوذیان پاک بشه، چون هرچه بر سر ما اومده از دست اینان اومده. بدین نام بد داد خواهی به باد، چون من زاد خود دخت هرگز مباد. زمین دید رودابه و پشت پای، فرو ماند از شرم مادر به جای. فرو ریخت از دیدگان آب مهر، به خون دو نرگس بیاراست چهر. به مادر چنین گفت که پر خرد، همین مهر جان مرا بشکرد. مرا مادرم گر نزادی زبون، نرفتی ز من نیک یابد سخن. سپهدار دستان به کابل بماند، چنین مهر اویم بر آتش نشاند. راستشو گفت این سپهدار اومده که اینجا، خلاصه من مهرمون رو گرفتم. بله. مهریت پیدا کردم. چنان تنگ شد بر دل من جهان، که گریان شدم آشکار و نهان. نخواهم بودن زنده بی روی او، جهانم نیرزد به یک موی او. بدان کو مرا دید و با من نشست، به پیمان گرفتم دو دستش به دست. جز از دیدنی چیز دیگر نرفت، میان من و او خود آتش بتفت. پس به مادرش میگه که ماجرا اینه، منظار رو دوست دارم و دیدمشم، حتی به دستامون رو به هم گرفتیم و پیمان بستیم و آتشی که میان ما به تفته، یعنی ما خودمون کار دیگری به جز این پیمان و این مهر و دلدادگی نداریم تا زمانی که خب میخوام با او باشم دیگه. دقیقا. جز از دیدنی چیز دیگر نرفت، میان من و او خود آتش بتفت. فرستاده شد نزد سام بزرگ، فرستاد پاسخ به زال سترگ. زمانی بپیچید و رنجور بود، سخنهای بایسته گفت و شنود. سرانجام او گشت هم داستان، بپرسید از موبد باستان. یا تو پدر زال هم سام. بله. سام که مسلمان از این ماجرا مخالف بوده، چون دوره دیگه، کابل از مرکز ایران دوره، نمیخوان زال با یک کابلی مثلا ازدواج کنه. من در حال به خاطر هم ماجراهای مواظبت از میهن و هم خلاص هم این، ولی سام با بزرگان صحبت میکنه و گفتگو میکنه و هم داستان الان با این ماجرا. پدر زال هم داستان، نگران نباش، چون مادر نگران این بودی که او اگه پدر زال بفهمه میاد مثلا لشکر میکشه به زابل، به کابل مثلا. دقیقا. پس به هر روی سام سرانجام او گشت هم داستان، بپرسید از موبد باستان. بدین کار گشت زمازندران، اباخیش و پیوند و ناماوران. فرستاده را داد بسیار چیز، شنیدم هم پاسخ سام نیز. به دست همین زن که کندیش موی، زدی بر زمین و کشیدی به روی. فرستاده آرنده نامه بود، مرا پاسخ نامه این جامه بود. میزنی که غزدیش کار بد کردی. اون نامه را آورده بود، موافقت پدر زار رو، سام بازار رو با این ازدواج رو، و من جواب اون رو با نامه رو، این جامه زیبا رو داده بودم بهش.
فرو ماند سندخت زین گفتگوی، پسند آمدش زال را جفت اوی. چون این داد پاسخ که این خورد نیست، چو دستان ز پرمایگان گرد نیست. خوی مادر خوشش اومد که بله. زاله که این پسندیده بله. و گرد بزرگیست، بزرگیست و پور جهان پهلوان، هوشیوار و با رأی و روشن روان. هنرها همه هست و آهو یکی، که گردد هنر پیش او اندکی. شود شاه گیتی بدین خشمناک، برآرد ز کابل به خورشید خاک. به فکر پدر یعنی مهراب میفته که او خشمگین خواهد شد. شاه گیتی شاید میگه منوچهر شاه در مرکز پارسه ممکنه. حالا ببینیم چی میشه. بله، شود شاه گیتی بدین خشمناک، برآرد ز کابل به خورشید خاک. منوچهر شاه رو میگه. بله، نخواهد که از تخم ما بر زمین کسی پای خویش اندر آرد به زین. رها کرد زن را و بنواختش، چنان کرد پیدا که نشناختش. به زن گفت که زیرک هوشیار، چنان کن همیشه لبت بسته دار. مبادا لب تو به گفتار چاک، سخن را فرو کن همینجا به خاک. چنان دید دخترش را در نهان، کجا پند کس نشنود در جهان. برآمد ز تیمار و گریان بخفت، همی پوست بر تنش گفتی بکفت. خب پس بله. مادر وداوه میگه خب خوبه که پدر زال موافقت کرده، ولی شاه جهان، شاه شاهان، مینوشهرشاه در مرکز ایران که کابل هم از سارتراپا بوده، همجا فردیسی میبینیم که میگه که فکر میکنم همجاست در بله بله. میگه که ما از کجا از قندهار بله از قندهار تا زاهدان رو نام میبری، یعنی درست تا زاهدان نه تا اهواز به خوزش بله. میان رودان بله بله. و این در از دره هند تا میان رودان شاه شاهان خیلی مهمه، شاهنشاهی های مختلف زیر بله سارتراپ مرکز ایران بودن. ایران یعنی چی؟ بزرگ. یعنی نه 2500 سال پیش، یعنی 10000 سال پیش. دقیقاً اینجا ما 9000 سال پیش هستیم. خب بسیار شما می‌خواید بدید من اینجا بخش مهرابه. مهرابه پدر سترگ رودابه. خب پس مادر گریان و ناراحت خوابید باز، برای اینکه هنوز نگرانی که هنوز مسئله که حل نشده. بله هنوز شاه شاهان نمیدونه از این ماجرا، برای اینکه سام از پهلوانان بزرگ و سرداران بزرگ ایرانه، احتمالاً منوچهر شاه نمیخواد که فرزند سام با کابولی ازدواج کنه، با یک دختر کابولی ازدواج کنه، نگرانه و برخواب میره. سیندخت به مادر رودابه برخواب. خب بیامد زدرگاه مهراب، شاد که از او کرده بود زال بسیار یاد. مهراب پدر رودابه شنگول و خوشحال داشته میومده از درگاه میومده جلو. گران مای سیندخت را خفته دید، رخش پژمریده دلا شفته دید. بپرسید و گفتش چه بودت بگوی، چرا پژمریدید دو گل برگ روی. چون این پاسخش داد سیندخت باز، که اندیشه ای در دلم شد دراز. از این گنج آباد و این خواسته، و از این تازی اسبان آراسته. از این کاخ آباد و این بوستان، از این کامکاری دل دوستان. و از این بندگان سپه بود پرست، و از این تاج و این خسروانی نشست. و از این چهره و سرو بالای ما، و از این نام و این دانش و رای ما. به به بدین آبداری و این راستی، زمان تا زمان آیدش کاستی. اینا این همه بزرگی، این همه زیبایی، این همه درخت و آب و این همه فرهنگ و دانش و رای و نام، ممکنه که بهش آسیبی برسه، یا به این دلیل من پژمردم. هنوز مستقیم نمیخواد بگه که ماجرا از چه ناراحته. این بانوی همسر مهراب سیندخت. خب
به ناکام باید به دشمن سپرد، همه رنج ما باد باید شمرد. یه ممکنه یه روزی ما بریم و تازیان باز بیاد، دشمنان بیان بگن یکی تنگ صندوق از بحر ماست، موقعی که ما میریم در گور، درختی که تریاک او زهر ماست، درختی که تریاک او زهر ماست، یعنی همون تریاک اون چاره درد هست، مرهم درد هست یا مخدر، تبدیل به زهر ما ممکنه بشه، یعنی اون چیزی که امروز خوبه فردا نکنه که بد بشه. برای درد دل داره میکنه برای شوهرش، برای همسرش. بکشتیم و دادیم آبش به رنج، براویختیم از برش تاج و گنج، چو بر شد به خورشید و شد سایدار، به خاک اندر آمد سر مایدار، بر این است انجام و فرجام ما، ندانم کجا باشد آرام ما. از فانی بودن زندگی، از رفتنی بودن و از نگرانی ها گفتگو میکنه به طور عام، هنوز نگفته که جریان چیست. به سیندخت مهراب گفتین سخن، تو آوردی و نو بکردی کهن. این چیز داستان کهنیه، تو داری نوش میکنی این سخنها رو که میگی، با همه ما باید بریم. سرای سپنجی بدین سان بود، یکی خار و دیگر تن آسان بود، یکی اندر آید دیگر بگذرد، که دیدی که چرخش همین نشکرد. به تنگی دل غم نگردد به در، بدین نیست پیکار با دادگر. بدو گفت سیندخت که این داستان، به روی دیگر برنهد راستان، چگونه توان کرد از تو نهان چون این راز و این کارهای گران. حالا میخواد کم کم بگه که ماجرا چیست، چون مهراب جوابش میده که ماجرا اینه، همینه، دنیا همین هست که هست، چرخ گردون چون این هست، ما نباید غم درش بیاریم چون این درست نیست، این راه با دادگر، با هستی، با قانون هستی، این نوعی پیکار، اگه ما بخوایم غم درو بیاریم یا پرسش درو بیاریم. بدو گفت سیندخت که این داستان، به روی دیگر برنهد راستان، یک روی دیگر داره این داستان رو، بذار بعد با جزئیاتش بگم. چگونه توان کرد از تو نهان چون این راز و این کارهای گران. خرد یافته موبد نیکبخت، به فرزند زد داستان درخت. زدم داستان تازه راه خرد، سپه بود به گفتار من بنگرد. به این دلیل من این حرفا رو گفتم، سیندخت به مهراب میگه، به همسرش، که اون داستانی که اون خرد من به فرزندانش گفت در مورد اینکه کاشتن و درخت و در اینها، به اینجا میخواستم بگم که از راه خرد ماجرایی رو به سپه بود، به شما، به همسرم مهراب باز کنم. زن خردمندی، زن خردمند. خب ولی خب بازم کار نمیکنه. ببینیم چی میشه. فرو برد سر، سر را داد خم، به نرگس گل سرخ را داد نم. سرش رو پایین برد سیندخت و سر سر به خودش رو خم کرد و به نرگس گل سرخ را داد نم. چشمانش قطع اشکی از چشمانش اومد. چقدر زیباست. که گردون نه آسان همی بگذرد، که ما را همی باید ای پرخرد. چنان دان که رودابه را پور سام، نهانی نهاده است هر گونه دام. ببرده است روشن دل او زراح، یکی چارمان کرد باید نگاه. چقدر هم خب زیبا اینو میگه و خیلی هم کوتاه شده، زیبا ولی افتضاح. میگه که
پسر سام زاد دل رودابه رو برده دام گذاشته. آره دام. دل اون از راه، دل روشن دخترمون از راه برده، یک چاره ای باید بکنیم. این همه خرد و فلان میگه بعد یه دفعه حرفای اونجوری میزنه. خب البته این سیاستش بوده که بگه خب منم مخالفم با این ماجرا. و این سخت ترین نوعش رو بگه که این با کوتا بیاد در کوتا بیاد شوهر و به شوهر، ولی میبینیم که شوهر عصبانی میشه. چرا؟ یه مقدار کاوریه به هر حال. بسی دادمش پند و سودی نکرد. مادر میگه که من به دخترم پند دادم سودی نکرد. دلش خیره بینم همی روی زرد. دلش محکمه خیره است ولی روی زرده، میخواد دل شوهرش هم کم بسوزه که دخترت ناراحته. دلش پر ز غم، دلش پر ز غم، پر دلش پر غم و درد بینم همی. لبش خشک و دم سرد بینم همی. چو بشنید مهراب بر پای جست، نهاد از بر دست دسته تیغ دست. گفتم دستشو میبره به طرف تازیگری در دنش بوده. پس شاید درست بگن که یه جایش این به ضحاک میخورده، ولی خب ما میدونیم که فرهنگ اینجوری شده، زیرا که به هر حال ژن از طرف میتوکندریای مادر منتقل میشه، ژن اساسی انسان، و تنها از اون طریقی که میشه بن انسان رو پیدا کرد که از چه نژاد و نهادی است. تنش گشت لرزان و رخ لاجورد، پر از خون جگر لب پر از باد سرد. همی گفت رودابه را رود خون، بریزم بر روی زمین خود کنم میرم بکشم. داره چیز داره کابلی بازی است، کابلی بازی از خودش داره. چون دیگه به هر حال میدونی که کابلی ها به خاطر اینکه، یعنی میگین کابلی، من فرنودتون اینه که از تورانیان، اونایی که نفوذ در کابل کردن، بله، چون نزدیک مثل پشتونی و تورانی ها و تورانیان و سکاها و اینها بودیم. به هر حال ما یه مقدار از اونها هم تاثیر میکرده دیگه، بعد اون اداره در می آوردیم. خب بریزم چو آن دید سیندخت بر پای جست، دید که ایشون دست به شمشیر افتاده، همسر ایشون بر پای می جست. کمر کرد بر گردگاهش دو دست، کمرش می گیره شوهرشو. چون این گفت که از کهتران، که از کهتر اکنون یکی سخن بشنو و گوش دارندکی. گفت از کسی که کوچکتر از توه کمی سخن بشنو. پس این بانو از شوهرش کوچکتر بوده. سخن بشنو و گوش دارندکی، و از آن پس همان کن که رأی آیدت روان و خرد رهنمای آیدت. بعدش هر کار درخواست بکن، رأی روان و خرد خودتو به کار بگیر. پس خرد خالی نیست، روان و خرد، جان و خرد. همیشه اون کسانی که میگن خردتو به کار ببن، اینا بدون این که اون دستیسه گران یا در بهترین شکلش ابلهانه، روان و خرد، جان و خرد، این دو با هم باید بیاد. خرد خالی میشه خرد یونانی، جهودی، فقط در جهت سود شکم و زیر شکم و شخصی، نه هستی، نه فراپویش، نه تکامل. به پیچید و انداخت او را ز دست، خروشی برآورد چون پیل مست. مرا گفت چون دختر آمد پدید، به بایستمش در زمان سر برید. گفتم دیگه سر برم است. سورانی. البته عداست، عداوت بار است. نکشتم نرفتم به راه نیا، کنون ساخت بر من چنین کیمیا. پسر کوز راه پدر بگذرد، دلیرش ز پشت پدر نشمرد. یه حتی پسری از راه پدرش بیاد در ایران، اون رو از پشت پدر نمیشونه، چه برسه دختری که بخواد فلان کنه، مثل این که فرق میکنه. به حال میگه فرق نمیکنه، پسرم اگه بود من عصبانی نمیشدم، بدون این که با ما چیز کنه، خودش سر خود بخواد عاشقیت بکنه. یکی داستان زد بر این بر پلنگ، بدان گه که در جنگ شد تیز چنگ. مرا کارزار است گفتار زوی، پدر از نیا همچنین داشت خوی. نشان پدر بایدن در پسر، روا نبود است کمتر آورد هنر. اگر سامیل با منوچهر شاه بیایند بر ما یکی دستگاه، ز کابل براید بخورشید دود،
نه آباد مانند و نه کشت و درود. اینا میترسید، میترسونده زنشو که اگر یه موقع اونا عصبانی بشن از این مهر بین رودابه و فرزند سام، یعنی منوچهرشا و سام، ممکنه سام و منوچهرشا بیان ما رو عصبانی بشن، بیان به جنگ ما، بیان ما رو نابود کنن. ما دستوتی که چونی نیست، آریایی ها چونی نمی کنن، فقط داره این رو زنشو میترسونه. چون این گفت سیندخت که ای پهلوان، سیندخت هم بین سادگی ها که از گول نمیخوره، که ای پهلوان از این در مگردان به خیر زبان، از این کلک ها سر ما نزن، از این را در نیا، از این را در نیا، از این در مگردان به خیر زبان. زبان تو خیره نکن به این کارا. من چشا میاد کابل ها چیز کنه، کابل هم که ایران سارت را به خود ایرانیانه. کزین آگهی یافت سام سوار، که اولا سام خبر داره جریان آردی، به دل ترس و تیمار و تنگی مدار، اینقدر ترسو و فلان و تنگی دل و فلان اینا رو نداره، این حرکاتو در نیار، خلاصه میزنه زیر تیپ توپ شوهرش. وی از کرکسان، وی از گرگساران بدین گشت باز، گشاده شده است این سخن نیست راز. در گرگساران موقعی که رفت به جنگ دیوان در مازندران از این سخن آگاه شده، خبر داره، این راز نیست دیگه. چون این گفت مهراب که ای ماه روی، سخن هیچ با من به کجی مگوی. مهراب اینجا حالی خود کوتا میایی که کلکل میکنه، آره عزیزم اینقدر حرفای بد به من نزن. چون این گفت مهراب که ای ماه روی، تا حالا دست و شمشیرش بوده، سخن هیچ با من به کجی مگوی، چون این خود کی اندر خورد با خرد، که مر خاک را باد فرمان برد. مرا دل بدین نیستی درد من، اگر ایمنی یافتی از گزند، ز زال گران مایه داماد به نباشد، همی داند این که و مه. از زال کی بهتر؟ زن عزیزم، بانوی عزیزم، من که زال دامادی از این بهتر که نمیشه. حالا اینو کهتران و مهتران میدونن، که اومه کوچک و بزرگ ها از کوچک تا بزرگ اینو میدونن، بچه هم اینو میدونن. چه باشد که پیوند سام سوار، نخواهد ز اهواز تا قندهار، یعنی از میان رودان تا دره هند که سارتاپ های ایران بود. بدو گفت سیندخت که ای سرفراز، به گفتار کجی مبادم نیاز. سیندخت گفت اولا من حرف کج تیاجی نیست بهت بزنم، من حرف بد نمیزنم، حرف درست میزنم. گزند تو پیدا گزند من است، اگه به تو مشکلی باشه خب برای منم هست، دل دردمند تو بند من است، ما یکی هستیم. پس دیدگاه انسان آزاده، زن و مرد همسران یکی هستن. چون این است و این بر دلم شد درست، همی بدگمانی مرا از نخست، کزان گوی دیدی مرا دردناک، به غم خفته شادی زده رفته پاک. اگر باشد این نیست کاری شگفت، که چندین بداندیشه باید گرفت. فریدون به سر و یمن گشت شاد، جهانجوی دستان همین کرد یاد، که از آتش و آب و از باد و خاک، شود تیره روی زمین تابناک، شود تیره روی زمین تابناک. این زمین که خود از خودش هیچ نوری نداره تیره است، از آتش و از آب و از باد و از خاک است، این گوهران هستی است که تیره روی زمین تابناک میشه، پر از نور و زیبایی و پردیس و روشنایی میشه. فریدون هم به سر به یمن شاد گشته، دختری از یمن رو گرفته بوده. به سیندخت بسپرد مهراب گوش، حالا دیگه آقا مهراب خان، مهراب خان شروع کرد گوش کردن به این بانوی خود، ولی هنوز دلی پرز کینه، سری پرز جوش، هنوز حالش خراب بوده. بیاورد پس پاسخ نامه پیش، ورا گفت خوش کن از این کام خیش، هرانگه که بیگانه شد خیش تو، بشد تیره رأی بدندیش تو. اینجا هنوز داره غرغر میکنه، میگه نخیر
تازه میگه بیگانه است در حالی که اینگونه نیست. بله داره میگه بیگانه، میخواد از خودش هنوز استقرار نشون بده، بگه من که من جز سارتراپ ایرانم، ولی خب هنوز اونها رو بیگانه میدونم. به هر حداقل با زنش که میتونی حرفا رو بزن. بترسید سیندخت از آن تیر مرد، بعد دید که این هنوز حالش خرابه، داره هنوز غرغر میکنه، میگه برو حالا رودابه رو بردار بیار پلو من. به سیندخت فرمود پس نام دار که رودابه رو خیز و نزد من آر. بانو یکم میترسه، بترسید سیندخت از آن تیر مرد، دیدن از حالش خرابه، که رودابه را اندر آرد به گرد، که برای قیافه گیری بزن رودابه را یه بلای سر رودابه بیاره دخترش. بدو گفت پیمانت خواهم نخست، که او را سپاری به من تندرست، دست بهش نزنی خلاص ای بیارمش، و از آن چون بهشت بر این گلستان، بگردد توهی روی کابلستان. اگر به اون چش زخم برسه روی کابلستان توهی میگرده از این گلستانی که من دارم، یعنی رودابه. یکی سخت پیمان ستود زون خوست، به چاره دلش را زکینه بشست. پس اول گفت پس درست با من یک پیمان سخت ببند که حالتو بذار کنار تا من بگم به رودابه بیاد. زبان داد سیندخت را نامجوی، که رودابه را بد نیارد بروی. بدو گفت بنگر که شاه زمین، سر از ما کند زین سخن پر زکین. باز میگه شاه زمین، کره زمین، شاه کره زمین، منوجان چه شاه در مرکز ایران، ممکنه باز عصبانی بشه بهت بگم، باز بهانه میاره. با این که سیندخت بهش گفته از این بهانه ها نیار. نماند بر و بوم و نی مام و باب، شود پشت رودابه و رود آب. باز داره میترسونه سیندخت رو مهراب خان. چو بشنید سیندخت سر پیش اوی، فرو برد و بر خاک بنهاد روی. بر دختر آمد پر از خنده لب، گشاد رخ روز گون زیر شب. همین مژده دادش که جنگی پلنگ، ز گور ژیان کرد کوتاه جنگ. به دادار دارنده مهراب گرد، یکی سخت سوگند را نام برد. مهراب براخره یک سوگند سخت که از اون برنامه گرده مجبور شد بگه، که نازارد از کینه یک تار موی، بران سرو سیمین بر ماه رو، که حتی یک تار موی از او را آزار نمیده. برها دختر منه دیگه، من که ازیادش نمی کنم. کنون زود پیرایه بکشا ز روی، به پیش پدر شو بزاری بموی. میگه که برو برای این که یک پیمان سخت با من بسته که کوچکترین چیزی نمی کنه، یعنی به فرزندش هم قدرت میده که با چیز برو، با خوشحالی برو، با شهامت برو، برو پیش پدر. ولی میگه اونجا بزاری بمون، حالت زار بگیر. ولی بازم بهش، یعنی از این قدرت بهش میده، از در ظاهر میگه خب خودتو چیز بگیر، زار بگیر کمی. بدو گفت رودابه پیرایه چیست، به جای سر مایه بیمایه چیست. روان مرا پور سام است جفت، من زالو میخوام. شوخی ها چیه؟ چرا آشکارا بباید نهفت؟ چرا چیزی که این همه راستی آشکاری باید من پنهان کنم؟ خلاصه با قدرت و قلط قرود میره جلوی پدر، درق 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 به پیش من درم مثل این چیزا میشه داستان سرایه. به پیش پدر شد چو خورشید شرق، بیاقوت و زر اندرون گشت غرق. مثل خورشید باختر پر از یاقوت و زر، خاور پر از یاقوت و زر، با قدرت با توانایی میره جلوی پدر میسته. بهشتی بود آراسته پرنگار، آقای که نگاه میکرده انگار که بهشت پر از آراسته و پر رنگ و پرنگاره، پردیس. این دختر چو خورشید تابان، بخورم بهار،
پدر چون ورا دید خیره بمان. پاش لرزید پدر. آره دارون گفته کجاست بگو بیا. بعد یه دفعه چون این زیبایی چون این فر و شکوه و چون این قدرتی رو دید از فرزند خودش حتی خیره ماند. جهان آفرین را نهانی بخواند. دست به دامن جهان آفرین شد. خدا شد که چه بزرگی. بدو گفت که شست مغز از خرد. به دخترش گفت حالا برو خودشم نمیاره که دهنش باز مونده از بزرگی و فر رودابه. بدو گفت که شست مغز از خرد به پرگوهران این که اندر خورد. به پرگوهران ببخشین به پرگوهران خواستم فهم کنم به پرشون برخورد. به پرگوهران این که اندر خورد که با اهرمن جفت گردد پری که نه تاج بادد نه انگشتری. چون مزخرفاتی داره میگه که مثلا اونا اهریمنی هن تو پری هستی از این خلاصه از این قیافه برای دختره میگیره. گر از دشت قحطان یکی مارگیر شود مغ بباید کشتن به تیر. چون رودابه این از پدر بشنوید دلش گشت پرخون و رخ شنبلید. هم دلش پرخون شد و هم رخش سرخ و شنبلید سبز و سیاه شد کبود شد سیاه مژه بر نرگسان دژم. مژه سیاه شو روی نرگسان خشمگینش. نرگسان چشمان خشمگینش مژه هاش رو لحظه ای بست. سیاه مژه بر نرگسان دژم فرو خواب نیدو نزد هیچ دم. هیچ سخنی یک لحظه مژه هاش رو بر روی چشمان خشمناکش بست که به این پدر یکم پر رو چیزی نگه. فرو خواب نیدو نزد هیچ دم چی نگو. برحال پدره دیگه پدر خور جا خنگ بازی در میره. پدر دل پر از خشم و سر پر ز جنگ همی گشت غران به سان پلنگ. یه موقع جلوی بانوش غرغر کرده یه موقع جلوی دخترش باید قیاف بگیره. سوی خانه شد دختر دل شده روخان مع سفر بخون آژده. به یزدان گرفتند هر دو پناه همان دختر و مام با دستگاه. بله بسیار زیبا. من فکر میکنم 50 دقیقه کافیه. بله. برای که بعد میریم سراغ منوچهر که منوچهر شاه شاه شاهان شاه جهان از ماجرای زال رودابه آگاه میشه و اتفاقاتی که میفته که چرا سام و مهراب با هم اشکالاتی پیدا میکنن و داستان بسیار زیباست. بسیار زیباست. دوستان عجله نداشته باشید تا به رستم برسیم. اینها همه درسانی است که یک بند از این گفتمان بیهوده گفته نشده. در هر بندش هزار داستان هزار دانشه، چه از جامعه شناسی، چه از روان شناسی، چه از تاریخ، چه از اسطوره، چه از فر و دانش و آگاهی و فراپویش هست.